گروپ های دو گروپ داشتیم، چهار گروپ زنانه است، پنج گروپ مردانه، گروپ پسنداز از این ما جور کردیم که از او قرضه دادیم به مردم و از قرضه از او مفاده که به اتحادی آمد و او را همراه قسط اول خود ما یک دکان جور کردیم. به خاطر اینکه پیشنهاد ما تراکتور بود اما پول ما راکت نمانه، ما به خاطر راکت نبودن پول گرفتیم یک دکان جور کردیم. بعد از اینکه قسط دوم ما آمد یک پول دکان و پول چیزه یک مقدار از دکان و دیگه پول قسط دوم تراکتور خریدیم. 11 لک کلدار از این ما در وقت کشت زراعت آنه حساب قلبه بود چیزی هست. بعد از این تریشل و گندم و جواری داره که از تریشل جواری زید در وقت چیزی ضرورتی باید کار میگیریم. در یک ساعت چیز هم هست قلبه هم اگر میکنم در یک ساعت یک هزار افغانی و چیز داره مفاد کار از این هرچنان در وقت جواری و گندم آنه جواری و گندم در مفاد ازی بسیار زیاد است از قلبه هم کرد. از پول قسط اول خود که یک دکان جور کردیم که دو نفر از ما شامل کار است. بعد از اون تراکتور که گرفتیم تراکتور سه نفر دیگه شامل کار شده و دی یک سابق از این مردم بیگانه از افغان ها میمدن در وقت گندم جواری از 500-400 گندم جواری از اینجا میگرفتن در افغان ما حالا بخاطر ازی که تراکتور گرفتیم اونی معاید برای خود ما تعلق میگیرم. سال 1390 ما پسنده چیز شامل گروه پسنداز شدیم در میبایان تقریبا آلو فیلن 8.5 دانه مرغ دارم خطم مرغایی 840 دانه 850 دانه تخمه برداریم در بازار دیگه سودایش میکنیم. آید ما دیگه امسال نسبتا نظر به مشکلاتی که پارسال داشتیم مرغای ما یعنی و مریضی سرشان آمد یه ازره دواز داد کردن نمیفهمم چی حساب شد. آید ما دیگه تقریبا در 600-600 میرسه 4-500 مصرف داریم. پیش از مرغداری دیگه نمی دیقانی بودم دیقانی بودیم بودم اما دیقانی یک مدرک هم داشتیم نمی لین کابل هم اونجا کار میکنیم. خوب از انشالا اجره از خب مثلا دیقانی ما آمد از امنش مرغداری هم از به اجره طبعا دیگه بالا میره آدم یک کار که میکنه بخاطر که یه چیز مفاد به دست بیاد. صنایع روستایی دیگر ما اگر پسنداز اگر جور کردیم در سال 90 هفته 20 روپه که تقریبا 10,000-15,000 از هر کدام ما شده تقریبا تو دیگر از اینمی پسنداز کردیم از اینمی مثلا مشکلات ما رفع کردیم. بعد از اینکه مشکلات ما رفع شد یعنی 90 پیسه دفتر کمک کرد به اتحادیه بایان امیره که کمک کرد واضح های تقریبا 30,000-35,000 گرفتیم در مرغا مصرف کردیم تا بالاخره که ما تا اجوی رساندیم زراعت و مرغداری و گپ سخن. مشکلات ما دیگه زیاد است. مشکلات تو ما دیگه از هر نوه مثلا خانه شما به شما معلوم است میبینید که خانه شما جای مناسب نیست، جای مناسب مرغداری نیست. اونجا خانه داریم در اونجا تقریبا 800 مرغ سال اول داشتیم نگاه نه مشکلش اینمیست که مرغای ما دینمی داخل ویدیست اگر میره بیرون بکشیم یا جایی دمی بیرون جایی جور کنیم یا جایی مناسب هم مرغ ما روش نیکنه هم مرغ ما روش نیکنه هم حاصل خوب به دست میاریم از دیگه از هر نگاه خوبتر میشه که در بیرون جای مشخص برای مرغ جور کنیم آنه با سیستم فارم مرغداری که جور کنیم او بهتر میاد نه که توی خانه که هست مرغداری که اگر بخوای که یک هزار مرغ داشته باشی که من مصرف خانهش بکنی و مثلا نوخوره و دانخوره و یک هزار مرغ که تعجیه کنی تقریبا در ده دوازده لحیده پا میرسه که تو خانهش ورنه کسایی که بکر هست بخواه یک پیشنهاد بکنه یک برنامه ریزی بکنه در کارش که تابتانه که مثلا از بیکاری و گپ و سخن براید ولو در بسار کار هست مثلا کسی که دیقان از دیقانی حالا من شخصا خودم دیقان بودم در ضمن دیقانی مثلا ایدان موتر خریدم در ملین کابل در موتر کار میکردم این هم اشغال دیدیم که اون نشد از او خطا خوردیم آمدیم مقداری جور کردیم دیقانی ما رو هم گرفتیم هر کس مثلا باید که کسی تو از فکر خود کار بگره نباید یک آدم بیکار در مابین خانه بشینه به خاطر از اینکه پیشرفت ترقی و منطقه و خودش شخصا خودش از فامیلش باید بکنه.
چهار گروپ و چهار گروپ پسنداز در قریه وجود دارن که از جمله قریه گروپ ما گروپ بنامه گروپ اتفاق است که گروپ اتفاق مبلغ 40,809 افغانی این مجموعه پول ما شد دیگه به حرفی نفر ما که ما چهار نفر ما به حرفی نفر 10,000 افغانی قرض دادیم از جمله خودم که مثلا ما عبدالرضا هستم که وانا 10,000 پر دو صندوق زنبور گرفتیم به می خاطر که برنامه باش ما مالیم است به خود ما مالیم است که یه از فقر بیچارگی و گپ سخن انسان هم میکشه مگر ما خوش هستیم از این گروپ پسنداز دیگه ما خوش هستیم دیگه ریاست هم که شاف دیاد واقعت حقیقتا که وانا تشویقی $300 به ما کمک کردن ما از $300 از یا بسیار تشکری کردیم یعنی $300 از یا را سرپیسی ما انداخته بالاخره کار ما را شروع میکنیم بالاخره مالداری میکنیم زنبورداری کسی ما مالداری میکنه کسی ما زنبورداری میکنه پس قرضی ما که وقتی که دادیم قرضی ما پس انداز قرضه را که پس باز پرداخت کردن خلاص شد با میتونه که مثلا چهار قرضه که اجرا کردیم با ما دادن پس میتونه به چهار قرضه دیگه هم به مردم بدیم یعنی ما تو فقط کار ما جریان داره و تا فعلا ما در نمی گروپ پسنداز هستیم که از جمله ممنوچی گروپ هستم یعنی کار ما صورت میشه رضایت بخش هست مثلا هر گپ سخنی که میشه از این گروپ پسنداز مکمل گروپ ها رو جمع میکنیم یک گپ تحریزی میکنیم کار ما با فیصله یک نفر مز میرسیم و بعد از او با فیصله که رسیدیم میتونیم که کار پیش ببریم $27,500 دارید با معادل $500 به ما کمک کرد که تو این موادایی که دکان ما نمیشه این رو خریداری کردیم ما با دکانداری شروع کردیم تقریبا دیگه 8 ماه میشه 100% راضی هستیم بخاطر اینکه ما دکاندار نبودیم ما بعضی سمینارهای ما دیدیم راجع به دکانداری که حالا خوب است فضل خدا که میشه اندازت مشکلات ما رفت میشه مشکلات زیاد است دیگه مشکلات زیاد است خود جای برنامه خوب است که ما را مصروف ساخته در دکان و یک اندازه آیدام داریم تقریبا 2-3 سال پیشتر برنامه دولتی امی برنامه روستا و صنایع یک برنامه دولتی هستند که داخل قریه‌جات سامبودا و مرکز آینگران که متشکل از 5 گروه بود یا پیش آمد در مرحله اول 20 افغانی که تا بال یک مردم قریه مندازم پیش یک خزانه دار رئیس دارم مثلا منشی دارم وزی پیسه که جمع آوری می شود و جمع شد بعد از این تا جایی که می اطلاع داشتم و اطلاع دارم پیش یک نفر بسیار محفوظ است که در بینش کدام خیانتی که بسخنه پیرن وجود نداره از این 20 افغانی که مثلا یک سرمایه خوبتر ایجاد شد بالای 15,000-20,000 روپیه یا 30,000 انتقال کرد اینا مثلا کسایی که دکاندار بودن 10,000-5,000 از او بالاتر به طور مضاربت دادن سر از این دکاندار که کار کرد بعد از اون مفاد شانه سنگی و گروپ انتقال داد پیسی گروپ هم پس داد یکی داد مردمی که مثلا دکان نداشتن بیکار بودن پیش از این قربان پیشتر مثلا 6 مباد یا مثلا 5 مباد 3 مباد همین رقم ایچی خریدم برای خریدم برای رو به وقت زمانش به قربانی آماده کردم فروختن هم پیسی مرکز قریه را دادن و همه دیگه از این مفاد به خودشان هم گرفتن که به واقع شاید سنه من بودم چون که در 5 گروه همین 2 گروهی که به نام وحدت و صلح یاد میشه که پیرم در قریه سامده هست یا خوبتر کار کرده بودن
و به خاطر تشویقی از یا ریاست پروان مرکز $300 از یا کمک کرد که شما در سر این پیسی تان بندازی و این پیسی خودتان یک جا بوده باشه به نام قرض الحسنه شما ادا بکنی. اگه مثلا مضاربت کار میکنی بین خود یا مثلا مرابعه کار میکنی یا مثلا یک تیاد معصرینی هستن که پیسه ندارن به واقعتش جای بسیار بالا و درس میخوانن ندارن مردم بیوزاد هستن از این پیسه مثلا 10,000 و 5,000 میگیرن میرون در اوجه درس و تعلیمشان خلاص میکنن باز به وقت زمانش که بز داره گوسپن داره هرچی که داره چاق میشه یا مثلا یک توت و دانشان یا چارمغزی که بسخنه که دارن اون رو میفروشن پس من پیسه را میدن که واقعا قرض الحسنه خیلی که از دیدگاه شرعی موثر است. ان تقرض الله قرضا حسنا خداوند میگه شما قرض بدید قرض بسار نید این قرض بسار خوبتر است. قرض الحسنه چیزی هست که مفادش در دنیا و آخرت به انسان میرسه. دیگه از هر برنامه که تشکیل بوده باشه و مثلا هر پروگرامی که بوده باشه از هر مملکت است منتها به نفع قریجات و به نفع مردم و به نفع این ولایت کشورمو اینم پیسی به درد میخورن. پروسه بسا یک پروسه خوب است به واقعیت که در قریه موثر است چون که دست مردم بی بزاعت بیچاره و غریب گرفته میشه. اگر ما به واقعیتش که یک انسان که در ظرف 30 سال 50 سال یا 60 سال مثل کاکا واره اگه این پس انداز میداشت یک قلک سابقا میگفتن مثل یک قلک واره 5 افغانی 10 افغانی یا 20 افغانی 50 افغانی بندازی در یک سال سر شواز کنی چقدر پیسه میشه. در صورت یک مثال یک آدم یک فکر نمکی رو مثلا 5 دفعه میگیره دکاندار یک روز با 2 روز با 3 روز با دست اولادش میده بچیش اگه میده مقلق بندازه پس انداز داشته باشه یک روز به دردش میخوره. با واقع یک چیزی است که این 20 روپه در نظر ما شما کم است مگم آره یک بالای 2600 2800 2700 روپه هر کدام زیاد پیش خزاندار پیسه دارن هر زمان خواسته باشن میتونن بگیرن مگم اون وقتی که 20 افغانی بود این چیزی نمیشه. آره قید 2700 یا 2800 یا 3000 یا مثلا پیسه که دولت برزید برای کمک کرده داده 5000 یا 4000 روپه میشه که یک دانه گوسفند مشخص خود یک آدم بخره 5000 یا 6000 یک دانه برره بخره میتونه کوره 10000 6000 7000 بفروشن آیست آیست تجارت میره بالا. خب از امی کوچکترین اصل تجارت از خرد شروع میشه نمیشه که آدم مثلا یک دفعه پیسی 50,000 $1,000,000 در گیرش بیاد تاجر شوه در غیر زودی یک دکاندار معمولی که اول از پفک نمکی و ساجق و بسکیت و چیزا شروع میکنه دیگه این بسیار موثر است. دیگه اسلام خوب است مضاربت و مرابعه قرض اسلامی هستن و بینش که مثلا انشاءالله کدام مشکل ایجاد نشوه سرخلاص تر یک جره در بینش کار بکنه مثلا خوبتر است باز قرض الحسنه بیتر و بیتر خوبتر است. بخاطر این قرض الحسنه بله ما امور با اوزن صورت تا که تانستیم انجام داده واقعیت هر گروه 12 نفر و 15 نفر که باید چیزتان باشه تعداد گروهتان باشه اینمی به وقت زمانشیم 20 روپه خدا برای ما پرداخت کرده سوار داده و ما گرفتیم درج کتاب ساختیم دیگه پس که ضرورت یک برش پیدا شده پیسه که مثال داد 20,000 30,000 رسیده یک ضرورت برش پیدا شده که می خواسته است که اگر گوسپند یک 5 تا 2 تا 3 یک تا گوسپند بخره یا اگر کم بخره یا مثال نظر به ضرورتش آمده پیش ما که من می ضرورت دارم می میرم می خرم که من از این یک سری مفاد بگیرم دیگه ما برش دادیم هم بوده برده از هم کارش اجرا کرده پس بر ما آورده پیسه خود داد به شمول فعلا ملاقدیر پیشتر از اون پیسه 16 دارو بگیرد در مرحله پیشتر این چند روز پیشتر رو آورد
دیگه هرکس دیگه پیدا شد بازم از اون پیسه با جافتت کردم پیسه را دیگه چه پیسه را بود پس همون باز جافتتی که پیسه را گرفت بعد اگرم کار ما خود نتیجه داد از این ما استفاده کردم استفاده خود این راضی است دیگه ابتدتون نیست حالا مثال این پیسه که $300 که ما را دادن نزید تا اون وقتا مردم اطمینان ندارد جل سر کنه دولت پیسه کجا و کار کجا و پیسه کجا و دولت من میگفتم برای شما که برادری پیسه که ندادن 20 روپه تو پیش ما هست 20 روپه که تو با من مایی میدی 20 روپه تو پسند داد یک سبا با دردت نخوره پس ما با دردت نخوره یک روی دوست بند همین با دردت تو میخوره $300 که دولت ما را داد اده که ما مردم بخفهمید که واقع دم که پیسه ما دولت میدن ما گفتم دا آینده این $300 که داد این خازمایشی داد برد دا آینده اگر $1,000 میده $2,000 میده از این که بالاتر انتخاب کردم میره که مقدر پیسه خودت بالا میده سب با تو یک کار پیشه تجارت هم میکنی میشه میری فامیلدار هست $300 هست میگم پیسه رو گفتم میرم مثال یک دانه گوسپند میخرم، پنج دانه گوسپند میخرم، اون وقتی که پنج دانه گوسپند، دو دانه گوسپند، پنج تا چهار تا میخرم، ما آیت ما همراهش میرویم. لباس حیاتی که کالای زنانه دیگه لباسای مجلسی، چپنای هندی، چی عربی دیگه کاله تفلانه خوب میاره میدوزیم کورتی دامنهای ترکیه این و مدلهایی که از روی کتلاک باشه من تقریبا یک 13 سال میشه ولی دیگه ایران بودیم من دیگه 4 سال میشه افغانستان همین کار انجام میدیم فعلا 8 فقط دوتایش میتونه فعلا فعالیت کنه چون خورد سال بودن و قدیز نه و کلا نبودن که بتونن فعالیت کنن یا ببارن بروشی انجام بدن دوتاش فعالیت خودشان دارن فعلا که کمک هایی که مثلا از نظر چرخ و امکانات و سولر و یایی که گفته بودن بر ما خود تا بالی نه هیچ کمک نکردین ولی در بخش ترینینگ و یا یک آموزش داشتیم در بخش بازاریابی آموزش داشتیم ولی از نظر تجهیزاتی هیچ کمکی بر ما نکردین و کمک هایی که باید باشه اگه سیستم برقی ما بالا باشه میتونم بهتر کار کنم تولید بیشتر بکنم مثلا شاگرد بیشتر تربیت بدم ولی من وقتی دارم که فقط امو خیاطی که فعلا نیاز هست چیز کنم ولی تجهیزاتم که بالا باشه میتونم بهتر کار کنم بیشتر کار کنم و شاگردای بیشتری بگیرم مشکلات ما هم از نظر سیستمای مثلا برقی چرخای ما کلش یکیش پایدلی است دیگاش دستی است ولی اگه سیستم برقی از ما باشه من میتونم راحت تر کار کنم سیستم برقم یا چرخایی باشه که مثلا صنعتی تر باشن از این عادی ها نباشه خب این بزرگترین کار با ما میشه یا میز کاری که بهتر باشه در حد استاندارد باشه این کار ما رو خوب میبره یا مواد خامی که من بتانم بهتر تهیه کنم ارزانتر نه اینکه برم کم کم بخرم بیارم باز رو استفاده کنم باز برم به همون بزنم ولی من بتانم از یک جایی که مواد خام تهیه کنم مثلا بهتر میتونم کار کنم و کارم سطحش بالاتر ببرم و قیمتش هم بیارم پایین تر اگر من از یک جور کالا مثلا 1,000 میگیرم یا یک تک دوزی را 3,000 میگیرم من مطمئن هستم اگر من تجهیزات بهتر یا مواد خام بهتر بتانم بخرم او وقت میتونم بگم که هزینه را کمتر میکنم و کیفیت کار بالاتر شد خب در ورکشاپ خیاطی مدل های بهتر مثلا جدیدتر آموزش دیدیم با مثلا تکنیک کار دیگه آشنا شدیم یکیش خوبیشی بود با دوستای جدیدیش که باشه سر جاش در بخش آموزش بازیارابی اونجا خیلی به من خوب بود به خاطر که من فکر نمیکردم در اینجا بتانیم بازیارابی کنیم در اونجا استادایی بودن که به ما آموزش دادن که چطوری کارتان ارائه بده مثلا چطوری کارتان معرفی کنی به همین دفترهایی که تا خود ما مثلا گفت کار میکنیم اینجا هم کارتان ارائه بدیم بگین باز ما هم این کار کردیم جواب خوبی گرفتیم در بخش بازاریابیش خیلی خوب بود ما پیشتر کار مثلا رو نقل مدل ها مثلا از استادایی که بودن در دفتر یه طرف که آشنا شدیم پرسیده رفتیم بهتر شد کارو
ما از خانمای خانه خواهش میکنم که فقط به کار خانه رضایت ندن، فعال باشن. یک زن باید همیشه به نظر خودم دستش در جوبش باشه، حالا در هر حالت خوب. هم میتونه یک زن خانه باشه، هم میتونه یک درآمد داشته باشه و کار خیاطی، آرایشگری یا کارهای موردوزی، نمیفهم خامک دوزی یا کلش کارهایی است که زنها میتونن در خانه انجام بدن و خیلی هم با ارزش است. من طفل دارم، من خانه دار هستم، میمونم مثل بقیه، ولی کارم میکنم، خدا شکری راضی هم هستم با همه چیزاش. و مخصوصا ما زنهای افغانستان نیاز بایی داریم که فعالیت ما رو بالا ببریم دیگه، زیاد در یک چه معکوس نباشیم. این همه سال گذشت و همه فقط منتظری هستن که پیشرفت از جای دیگه. خود آدم باید حرکت کنه، بره یاد بگیره که توانگر شوه. همیشه ضعیف و ضعیف و ضعیف، زنهای افغانستان به خاطر همی ضعیف مانده نمیده. انشاءالله که ما بیشتر ببینیم زنها رو در هر عرصه فعالیتشان بالا بره. بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه انکشاف ملی صنایع روستایی در ولایت پروان از سال 2009 فعالیت خود در 5 ولسوالی ولایت پروان آغاز نموده که عبارت از ولسوالی های سالنگ، جبلسراج، سعیدخیل، بگرام و چارکار می باشد. در این ولسوالی ها برنامه و بیشتر از 1080 گروه پسنداز دارد و 282 گروه تولیدی دارد و 63 اتحادیه های قرضه و پسنداز ایجاد نموده. از بدل ایجاد این گروه های ما توانستیم که گروپ های تولیدی خود در بخش تولیداتشان آموزش های مختلف و آموزش های تکنیکی را برشان ارائه کنیم و در بخش گروپ های پسنداز ما توانستیم که سیستم کتابداری مالی و اداری را بر اونا آموزش بدیم و در سطح اتحادیه های ما که اینا بانک های هستن، اتحادیه های قرضه و پسنداز هستن که برای گروپ ها و اعضای گروپ های خود مهیا میسازه، قرضه های مرابعه، مشارکت و مضاربت بانکداری اسلامی بر اینا آموزش داده شده که شما شاهد هستین، در تصاویر میبینین که در ولایت پروان بیشتر از هر نوع گروپ های وجود داره که در تولیدات از قسمت لبنیات است، ترشیباب است، خیاطی است، دوکاکین است که ما اینا را عملا در ساحه سپورت کردیم و اینا را آموزش دادیم و اینا فعلا خودکفا هستند که ما توانستیم از سال 2009 تا فعلا 46 اتحادیه خود که هر اتحادیه مبلغ 10,000 دلار آمریکایی است بر اینا برسانیم و اینا توسط این پول تجارت های کوچک و تجارت های و بزنس های کوچک پیش میبرند. بنان بیشترین اعضای گروپ های ما را طبقه اوناس تشکیل داده که فیصدی بیشتر از طبقه اوناس است که اونا در بخش های مختلف فعالیت دارند. برنامه انکشاف ملی صنایع روستایی هدفش ایجاد شغل پایدار است و کار پایدار و رشد اقتصاد روستایان می باشند که ما می توانیم از طریق یعنی گروپ های خود امی افراد ما سپورت بتیم و ایجاد شغل شود و بیشترین گروپ های ما، گروپ های تولیدی ما در نمایشگاه ها، نمایشگاه های داخلی و خارجی اینا شرکت میکنن. بخصوص برنامه ARDP یک بخش دیگر را داره که برنامه تشبثات کوچک و متوسط که زیر پوشش برنامه هست که شما در تصاویر هم اون را مشاهده کردین که گلپروری هست، قوریه‌داری هست، عسل هست، زنبور عسل هست، مالداری هست. این تشبثات هم ما زیر پوشش خود داریم و اونا را هم تکنیکل ترنینگ های بر اونا خارج از کشور، در کشور هندوستان، پاکستان و مالیزیا ما برای اینا آموزش دادیم و اونا بعد از آموزش های خود که در خارج از کشور دیدن دوباره مراجعه کردن و فعلا کاروبارشان جریان داره و بخصوص که در بخش مارکت ما با اونا همیشه کار میکنیم و ای از فعالیت های برنامه انکشاف ملی صنایع روستایی که خدمت شما عرض شد. تشکر.